کسیدی پاپ، خواننده آمریکایی موسیقی کانتری، پس از 2 سال آلبوم جدیدی منتشر کرد. ترانه های این مجموعه عاشقانه و پر احساس با الهام از تجربیات شخصی این هنرمند شکل گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش بهنود مکری. آلبوم استیجز یا صحنه ها نام دارد و شامل 11 آهنگ است در سبک کانتری پاپ. کسیدی پاپ اکثر ترانه ها را خود سروده و در این مجموعه با تعدادی از چهره های مطرح موسیقی آمریکا همکاری داشته. از انتشار آلبوم خیلی هیجان زده هستم. این پروژه از اوایل سال 2017 شروع شد و 2 سال طول کشید. در جریان تولید آلبوم خیلی چیزا در زندگیم عوض شد. ترانه ها رو با استفاده از همین تجربیات تلخ و شیرین نوشتم. چند آهنگ رو هم با دوستانم به صورت مشترک خوندم. شی مونی، لارن الینا، لینزی ال و ریلین. میخواستم رفقای نزدیکم بخشی از این آلبوم باشن. کسیدی پاپ با درخشش در برنامه تلویزیونی The Voice به شهرت رسید و طرفداران زیادی دارد. او فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال 2012 آغاز کرد و استیجز دومین آلبوم این هنرمند جوان است. کسیدی در ماه‌های اخیر دوران سختی داشت و با چالش‌های بسیاری در زندگی شخصی و هنری خود مواجه شد. مردی رو که عاشقش بودم بعد از 7 سال ترک کردم و جدایی سختی داشتیم. این تغییر بزرگی در زندگیم بود و سعی کردم این ماجرای تلخ رو به نوعی در ترانه ها منعکس کنم. برای خودم یه جور موسیقی درمانی بود و خیلی به هم کمک کرد. در این دوران به همکاریم با شرکت صفحه پرکنی، مدیر هنری و حتی وکیلم پایان دادم. این تغییرات ناگهانی برام خیلی سخت بود، ولی به هم انگیزه بیشتری برای تولید آلبوم داد. کسیدی پاپ برنامه‌های مفصلی برای تبلیغ آلبوم جدید دارد و از ماه مارس آینده همراه با مارن موریس تور بزرگی را در آمریکای شمالی آغاز می‌کند. بهنود مکری، صدای آمریکا.